صرف نظر از ملاحظات منطقه‌ای و بین‌المللی که بریتانیا داشت برای یک دوره طولانی مماشات و چشم‌پوشی از اتهامات خلافکاری مؤسسه خیریه ایران اید، ولی در داخل وقتی فشارها طولانی شد و مفصل شد و مکرر شد، در واقع این اجبار پیش اومد که یک برخورد حقوقی با این مسئله صورت بگیره. مؤسسه مردم نهاد نظارتی در بریتانیا هست که البته دولت بریتانیا هم درش نفوذ داره، ولی دولتی نیست، تحت عنوان چریتی کامیشن، یعنی کمیسیون خیریه. که این مؤسسه چریتی کامیشن کارش این است که نظارت کنه بر فعالیت درست و قانونی خیریه ها، چه از ذریعی که امکاناتی بهشون بده، چه از ذریعی که مراقب باشه که کار خلافی نکنن در جهت اهداف غیر چریتی، مثلا فعالیت سیاسی یا ایدئولوژیک یا تروریستی یا اقتصادی نادرست، پولشویی و امثال این و فرار مالیاتی به نام مؤسسه خیریه از این کارا. ولی در درجه اول چند تا گزارش از شهرستان ها مطرح شد که اینا، این افراد مربوط به سازمان ایران اید، در واقع رفتن سراغ مردم، از اونها اخاذی کردن، پولای کلان گرفتن به اسم کمک به ایران و حتی با تهدید، با فشار، با صحنه آرایی پول از اینا گرفتن، حساباشون رو خالی کردن یا رفتن به اصطلاح سراغ افراد سالمندان، تو خانه های سالمندان ازشون پول گرفتن و مسائلی از این دست. اینا نیاز به در واقع تجسس زیادی نداشت، چون گزارش‌های مردمی راجعش زیاد بود و رسانه‌ها و روزنامه‌های محلی بریتانیا راجعش زیاد صحبت کردن و تو اسناد اینجا مفصل راجعش هست که بهش خواهیم پرداخت. بچه دوم قضیه‌اش ارتباطات این مؤسسه خیریه ایران اید بود با سازمان مجاهدین خلق بود، که این کار توسط چند نفر از کسانی که قبلا خودشون از اعضای فعال این مؤسسه خیریه بودن و از اعضای مجاهدین خلق بودن به دست اومد، که جزء کسانی بودن که به اصطلاح بهش سوتزن یا ویسل بلوور میگن، کسانی که افشاگری کردن راجع بهش و در اون موقع حرفاشون جدی گرفته شد و پیگیری شد و ارتباطات جدی و در ارتباط با ایران اید و سازمان مجاهدین خلق در عراق و در بریتانیا به دست اومد. اکثر مردم مجاهدین خلق رو به عنوان گروه مقاومتی ایران میشناختن و این شناخت از کمپ هایی که در عراق تشکیل شده بود نبود، بلکه از این درخواست های کمک های مردمی بود. بله، همین کارهای انسان دوستانه. شاید تا قبل از پرونده ایران اید باور عمومی در بریتانیا این بود که مؤسسه نظارت بر امور خیریه ها در بریتانیا، چریتی کامیشن، یک نهاد کاملا مستقل هست و بی‌طرف هست و فارغ از جریان‌های سیاسی و لابی‌گری‌های سیاسی عمل می‌کنه در برابر اقدامات و تصمیم‌گیری‌های این مؤسسه. ولی از پرونده ایران اید به طور آشکاری به نظر میاد که تاثیرگذاری سیاست‌ورزان حاکم و اپوزیسیون در پارلمان، در دولت، در دستگاه امنیتی و در محافل دیگر تاثیرگذار در امور سیاسی بر این مؤسسه مردم نهاد بیشتر و بیشتر شده. پرونده ایران اید در واقع یک نمونه روشنی بود از ناتوانی یا عدم اراده لازم و کافی برای مقابله با تبهکاری های به نام مؤسسات خیریه. بعد از اون هم تا همین امروز هم شاهد این هستیم که مؤسسه چریتی کامیشن مدام در معرض این اتهام است که با پرونده های خیریه های مختلف له یا علیه اونها سیاسی کاری میکنه و بر اساس مطامع سیاست ورزان حاکم یا تاثیرگذار در سفر سیاسی بریتانیا عمل میکنه. این اقدام در واقع از زمان پرونده ایران اید به طور جدی مطرح شد و تا همین امروز هم
سایه سنگین سیاسی کاری و اقدامات خلاف یا ورا و غیر قانونی در مؤسسه نظارت به امور خیریه ادامه داره. سازمان مجاهدین در واقع از سال 1360 اروپا تحت عنوان خیریه و انجمنهای حمایت از کودکان بی سرپرست و غیره که خیلی از این نام ها داشتن از این کارا خیلی یاد میکردن و الان کماکان ادامه داره به نوعی دیگر. And come back, I saw them in a completely different way, completely different. What I saw. به خاطر مدتی که ازشون دور بودم، وقتی برگشتم همهشون به چشمم جور دیگه می اومدند. برام تصویر خیلی زشتی بود. اعضای اصلیشون همه شستشوی مغزی داده شده بودند و حاضر بودن برای مجاهدین خلق هر کاری بکنند. اگه بهشون میگفتن بمیرید میمردند. گروه دیگه هم حامیانشون بودند که در اصل داشتن از مجاهدین خلق درآمدزایی میکردند. این تغییر دیدگاه باعث شد نتونم مثل قبل بهشون نگاه کنم و از خودم میپرسیدم این آدمها مشکلشون چیه. تو همه ایام بود که فروش نشریه تو خیابونها و درخواست کمک مالی همراه با کار توزیع سیاسی برای شهروندان اروپای آمریکا به راه افتاد. اما از اونجایی که جمع‌آوری کمک مالی منوط به مجوز قانونی بود، با شکایت شهرداری ها این کار متوقف شد که همین کار نطفه تأسیس بنیادهای مالی کلاهبرداری به نام خیریه ایرانی رو در واقع بسته شد، نطفهش بسته شد. لندن منبع مرکز فعالیت اقتصادی سازمان مجاهدین هم خب چیز متفاوتی نیست، یعنی الان سازمان مجاهدین چندین هتل بزرگ داره اینجا، نفرای بخش مالی سازمان بیشترین کارشون توی اینجاست، مستقر در سوئیس هستن، ولی مثلا فرض کن تو فرانسه کار فعالیت مالی نمی کنن که، حالا ممکن پولی رد و بدل بشه، پول نقد اینجا، پول نقد شرکت ها و اینجور چیزا دبی اینجاست، اردن. برای اولین بار از ابتدای سال 1995 گزارشی منتشر شد که تشکیک ایجاد شد در مورد طبیعت فعالیت های ایرانید. خب ایرانید خلاصه کارش این بود که اونجور که اعلام کرده بودن که از مردم و نهادهای مردم نهاد پول جمع میکردن در بریتانیا، در اروپا و در کشور دیگه به انهای مختلف، به نامهای مختلف که ما در واقع پول رو جمع میکنیم برای مستمندان و بی‌بضاعت‌ها و پناهندگان و خانواده‌های قربانیان سیاسی در داخل، در مناطق مرزی و در خارج از اون کشور، خارج از ایران، در واقع کمک میکنیم برای بهبود وضعشون و زندگیشون رو به اصطلاح ارتقا میدیم و تغییر میدیم شرایطشو علیه وضع موجود سیاسی در ایران. افراد سازمان در برخورد با رهگذران با نشون دادن عکسهایی از کودکان و آوارگان مدعی می شدند که این کودکان و آوارگان به اتباع خانواده هاشون از ایران فرار کرده و در بدترین شرایط در کمپ های پناهندگی واقع در مرزهای ایران و ترکیه و یا ایران و پاکستان هستند. ولی این اظهارات دروغ بزرگی بیش نبود، زیرا اولا چنین کمپ هایی با چادر و در بیابان به معنای واقعی کلمه برای پناهجویان ایرانی در ترکیه و پاکستان وجود نداشت. ثانیاً تمامی عکس های به اصطلاح آوارگان از کتابی به نام کودک ایمان رهایی سرقت شده بوده. این کتاب که در خرداد ماه 1360 به اتمام هواپیمایی ملی ایران هما توسط شرکت آفست در تهران چاپ شد، شامل عکسهایی از اولین نمایشگاه بین‌المللی عکس توسط هما در ایران بودش. در مقدمه کتاب تاکید گردیده که تمامی عکس‌های مندرج در کتاب مزبور از کودکان ایرانی ساکن در ایران و توسط ده‌ها هنرمند عکاس ایرانی گرفته شده. اسامی عکاسان نیز در زیر هر عکس ذکر شده. به یکی از عکس‌هایی که از طرف سازمان سرقت شده و در آلبوم مالی اجتماعی همیشه پای ثابت بوده و توسط عکاسی به نام غلام حسین ملک عراقی گرفته شده و تحت عنوان دو خواهر نهاوند در کتاب کودک ایمان رهایی درج شده توجه کنید. سازمان این عکس رو به عنوان کودکان اعضای اعدام شده خود در آلبوم مالی اجتماعی نصب کرده و با آن از مردم اخاذی میکرد. مالیکار باید بتونه سوالای کسی که اعانه رو میده رو جواب بده. از همین رو مسئولین بنیاد ایران ایدیسته کار و تجربه های قبلی جواب به همه سوالات رو ته یک داستان 100% ساختگی تحت نام سناریو نوشته و مالیکار رو توجیه میکردن و این سناریو رو مینوشتن روی
یه برگی از آلبومشون میذاشتن متناسب با سناریو. عکس‌های هم مجلات مختلف تهیه میکردن به عنوان عکس کودکانی که قراره یا خانواده‌ای که قراره کمک به اون کنن به خورد شهروندی که میخواستن ازش اخاذی کنن یا گوشی ببرن نشون میدادن. ما در لس آنجلس روی ژاپنی‌ها و هنگ کنگی‌ها و کره جنوبی و میگم من روی بیشتر روی اینا کار میکردیم و مسافران بیشتر اینا بودن، یعنی سازمان کلاهبرداری های عظیمی از این ژاپنیا و کره جنوبی ها در اونجا میکرد. چرا؟ چون ما کارت هم به اصطلاح ورق هامون رو به من آموزش داده بودن. مثلا ژاپنیا وقتی امضا میکنن امضاشون خیلی واسه شون مهمه. بعد ما قبل از اینکه به اینا چیزی بگیم مثلا صدا میکردیم اینا، بعد نه که مثلا ما کت و شلوار و کراوات و بجم داشتیم، اول فکر میکردن ما مامورین به اصطلاح فرودگاه هستیم، اصلا متوجه نمیشدن چون خیلی هاشون زبانشون هم که خیلی خوب نبود. مثلا من خودم صدا میکردم وامیستادم ورقانشون میدادم که خیلی ها امضا کردن ژاپنیا، بعد میگفتم اینا امضا کنین برای یونیسف، چون ما میدونستیم که ژاپنیا روی یونیسف خیلی حساسن، خیلی کمک میکنن و یه ورقه از یونیسف داشتیم که به اینا نشون میدادیم، میگفتیم ما برای یونیسف کار میکنیم و اینجا رو امضا کنیم واسه بچه‌ها. اینا امضا که میکردن بعد پولا نشونشون میدادیم، بعد یعنی دیگه امضا کرده بود و مجبور بود پولی بده. توضیحاتی بدم سر جمع‌آوری پول تو ایران اید. یک شیوهش بهش بودن تو خیابون بود تحت نام مالی اجتماعی، معروف بود مالی اجتماعی. یه شیوه دیگه مالی ویژه نام داشت که در واقع مراجعه به افراد خاصی از میون و کسایی بود که تو خیابون کمک کرده بودن، یعنی از همینایی که نگه می داشتن و ازشون پول می گرفتن. خب بعضیا مثلا ممکنه مثلا کمک های بالای 40 پوند یا 40 یورو یا 40 دلار یا 100 دلار کرده بودن، از میون و اینا به سلام بهشون مراجعه می شود، به اینا می گفتن مالی ویژه. یه شیوه بود که از همین افرادی که حالا چه اونایی که تو خیابون نگهداشته بودن چه اونایی که مالیش بودن اینا رو آبونه می‌کردن به پرداخت مستمری. They would do the fundraising in the street and you'd ask the person for money and then you'd say can I take your contact. معمولا روششون برای جمع‌آوری اطلاعات این بود که در خیابون با کسی صحبت می‌کردن و ازش کمک مالی می‌گرفتند، بعد می‌گفتند می‌تونم اطلاعات تماستون رو داشته باشم، یک نفر با شما تماس می‌گیره تا بهتون اطلاعات بیشتری بده و اگه دوست داشته باشید می‌تونید یک کودک رو تحت سرپرستی بگیرید. اگر کسی این اشتباه رو می‌کرد و اطلاعاتش رو بهشون می‌داد، این اطلاعات در بخش جداگانه‌ای بایگانی می‌شد. بعدها افراد ایران اید به خانه‌های این اشخاص می‌رفتند و سعی می‌کردند اطلاعات بیشتری درباره هویت و شغلشون در بیارند. به همین دلیل دو نوع جمع‌آوری کمک داشتند. یکیش که عمومی بود و در خیابان‌ها انجام می‌شد و یک نوع دیگه هم بود که به خانه افرادی که مایل به کمک رسانی بودند می‌رفتند. با این کار سعی می‌کردند افرادی رو پیدا کنند که به صورت ماهانه بهشون کمک مالی می‌کنند. فراموش نکنید که سال‌های سال هر روزه و در همه جای کشور این کار رو انجام می‌دادند. در بین این افراد کسانی هم بودند که بیوه بودند یا خانواده‌ای نداشتند و برای ایران اید هر چقدر فرد آسیب پذیرتر بود بهتر بود. به این افراد آسیب پذیر می گفتند شما که خانواده ای نداری، چرا نمی آی این کودک رو تحت سرپرستی بگیری؟ همونطور که گفتم خیلی جسورانه این کار رو می کردند، نه رو قبول نمی کردند و از هر کسی که می تونستند کمک مالی می گرفتند. صفحاتی درست کرده بودیم بهش می گفتن صفحات اشل که مثلا از دو نوع داشتیم، یکی از 50 دلار شروع میشد تا 200 دلار، یکی داشتیم از 3000 دلار شروع میشد تا 5000 دلار. این بستگی به اون فردی که میگرفتیم این صفحه رو نشون میدادیم. مثلا اگه میدیدیم طرف نداره اون صفحه 50 تا 200 رو نشون میدادیم، خب نفرم گفت باشه 50، کمترین رو میگو. اگه طرف خیلی بیزینسمن رو اشل دار بود صفحه 3000 تا 5000 رو نشون میدادیم که خب میگفت 3000 و اونجوری اینا امضا کرده بودن میدادن. من یادم خودم یه آقای سنگاپوری گرفتم که در فرودگاه 20000 دلار کمکم کرد و خیلی زیاد بود، یعنی 20000 دلار با کردیت کارت کمک کرد و بعدش هم آدرس داد و
قرار بود که بریم برای مالی ویژه که دیگه اطلاع نرم رفتنه. کسانی که کوچکترین آگاهی از سازوکار مؤسسه ناظر بر امور خیریه‌ها در بریتانیا دارند به خوبی می‌دانند که کلیه امور مالی و اداری این مؤسسات خیریه به طور منظم ماهانه و سالانه زیر نظر مؤسسه نظارت بر امور خیریه‌ها قرار داره. در مورد ایران اید این مسئله کاملا بدیهی و بنیادین رعایت نشد. در شرایطی که ایران اید در 1983 تأسیس شد تا سال 1997 که کار ایران اید به امور قضایی و پیگیری حقوقی کشیده شد، عملا هیچ اثری از فعالیت‌های مالی این سازمان در پرونده مؤسسه ناظر به امور خیریه‌ها وجود نداشت و تنها در این سال بود که در دادگاه برخی اسناد ایران اید ارائه شد و عملا وقتی پرونده ها مرور میشه میبینیم که این سند ها کاملا بعدن درست شده برای اینکه نشون بدن که فعالیت ها قانونی بوده و بیش از یک دهه نادیده گرفتن و غفلت از نظارت بر امور مالی ایران اید نشان دهنده این است که چطور دولت بریتانیا و مؤسسات ناظر بر امور خیریه ها عملا چشم پوشی کردن بر همه تبهکاری ها و فساد مالی و نقل و انتقالات پولی غیرقانونی ایران اید و مجاهدین خلق. سناریو بر اساس دروغ مطلق با وسیله قرار دادن عمیق‌ترین احساسات و باورهای انسانی با جریه دار کردن شهروندان جهت سرکیسی کردن رو تنظیم می‌شد. مواردی همچون اینکه مثلا این کودک که می‌بینی پدر مادرش رو دستگیر کردن و الان دنبالشن که این کودک رو ببرن جلو پدر مادرش شکنجه کنن تا از اونها اعتراف بگیرن. خب می‌خوام اینو خارج کنیم یا مخواهیم به دادش برسیم یا کودک قبلی رو هم که نتونستیم خارج کنیم زیر شکنجه مرد، برابر این کمک بسیار فوری نیازه تا او رو از کشور مثلا خارج کنیم یا به خانواده بسپاریم که بتونه هزینه رو تقبل کنن. و یا این کودک که پدر و مادرش رو جلوی او شکنجه کردن دچار تروماتیزه شده، از ترس و شوک تکلمش از دست داده، خب باید او رو مورد حمایت قرار بدیم یا از شهرها مثلا این شهرها خارج کنیم و یا به مناطق مرزی مثلا بیاریم اونجا اسکان بدیم و دروغ‌های از این جدی از این نوع. نه همچه چیزی اصلا موهوم بودم، چیزی اصلا وجود نداشت. بچه هایشون که همه تو فامیل های داره میکردن، فامیل ها خود چون جمعی داشتن اصلا کسی اطلاع نداشت چی شدن، هر چیز خودش اطلاع داشت، فقط اصلا همچیزی وجود هم داشت اصلا به ایران چنین. بعضی وقتها پس از اینکه از صبح تا شب تو خیابون کمک‌های مالی جمع می‌کردند، اگه در محله‌های ثروتمند یا با کلاسی مثل آکسفورد یا کمبریج بودند، قبل از اینکه شب به لندن برگردند، می‌رفتند دم در خونه‌های مردم. مثلا برنامه‌ریزی می‌کردند، می‌گفتند این محله ثروتمند رو هفته پیش رفتیم. حالا امشب بیایید بریم سراغ خونه‌های این خیابون. همونطور که گفتم، من خودم خیلی در این زمینه استعداد و یا اعتماد به نفس نداشتم. برای همین همراه یک نفر دیگه به درب منازل می رفتم. یادمه یه بار درب یه خونه ای رو زدیم. صابخونه از همون عذرخواهی کرد و گفت ببخشید ما الان وسط یک مراسم ختم هستیم. من در درونم براشون ناراحت شدم و فکر کردم دیگه بهتره که بریم. اما شخصی که همراه هم بود گفت مراسم ختم دارین؟ میتونیم ما هم بیاییم داخل؟ خیلی جا خوردم. گفتم اینها دارن برای کسی عزاداری میکنن و تو میخوای بری ازشون پول بگیری؟ اصلا از هیچ کاری خجالت نمی کشیدن و هیچ شرمی نداشتن. در فرآیند کار بنیاد ایران به دلیل محتوای 100% فریبکارانش، واژه مالی اجتماعی در میون خود اعضای سازمان برای فریب استفاده می شد. دیگه تکیه کلام همه شده بود که به همدیگه می گفتن بابا تو دیگه منو مالی اجتماعی نکن، یعنی فریبم نده، سرم کلا نیزار، دروغ نگو. بعد از تحولاتی که از آغاز سال 95 صورت میگیره، تقریبا از یک ماه بعدش، یعنی از فوریه از سال 95، یک سری گزارش هایی در رسانه های مختلف بریتانیا و روزنامه های محلی بریتانیا منتشر میشه در مورد فعالیت های غیر متعارف و راه های غیر اخلاقی و بعضاً غیر قانونی که برای پول جمع کردن و کسب کمک‌های خیریه مردم در شهرهای مختلف ایران داره و در دوران تحریم نفتی صدام هست، بعد از ماجرای جنگ دوم خلیج فارس و جنگ کویت که مثلا نیاز به در واقع انتقال پول از اروپا به
عراق وجود داره به خاطر مسئله نفت، سهم نفت مجاهدین خلق مطرح میشه و ضمناً ارتباطات مالی عراق مثل زمان جنگ دیگه کاملا عادی نیست، تحت محدودیت است و چه بهتر که یک سازمانی که تحت پوشش خیریه کار میکنه در اروپا بدونه بتونه گشایشی در این زمینه فعالیت کنه. برای نمونه در روز دوم فوریه 1995 یک گزارشی در یک روزنامه محلی تحت عنوان Excuse me, could I have 7,500 pounds؟ ببخشید من میتونم 7,500 پوند از شما بگیرم، که در واقع یک گزارش تجسسی و تحقیقی است راجع به نوع فعالیت اینا و نوع پولهایی که از مردم برخلاف میلشون با جعل سند یا با ارعاب یا با تطمیع مردم و با به اصطلاح فریب دادن مردم جلب میکردن. وقتی که دیگر نهادهای خیریه فعال تو انگلیس که معترض و شاکی ایران اید بودن، خب به جای نرسید اعتراضاتشون و دیدن که دولت رسما از ایران اعتماد میکنه، تحقیقات خودشون رو رأسا به دست گرفتن. نه دیگه شکایت خودشون رفتن شروع کردن رو ایران اید تحقیق کردن، رابطه ایران اید و سازمان مجاهدین فقیه رجبی رو در آوردن، فهمیدن که همه پولا نه برای کار خیریه که برای کارهای تروریستی به کار میره. در ماهای پایانی سال 1995 کم کم ابعاد بیشتر و گسترده تری از فعالیت های غیرقانونی ایران اید مورد توجه نهادهای ناظر و پلیس قرار میگیره. چک هایی که مردم به این مؤسسه داده بودن یا ازشون گرفته شده بود رو درش دست می‌بردن و ارقام رو تغییر می‌دادن، مثلا اگه جای امکانش بود صفر اضافه می‌کردن بهش یا رقم رو یه جوری دستکاری می‌کردن. در گزارش چریتی کامیشن فردی به نام چاهان که از چریتی کامیشن هست در یک نامه‌ای که در 16 نوامبر 1995 فرستاده اشاره می‌کنه که نامه مینویسه به وکیل ایران اید آقای ژان پل کاستا، میگه که یک چکی توسط فردی فرستاده شده برای چریتی کامیشن و این جعل شده این چک و استر به صورت جعلی رقم بالا رفته. پاسخ وکیل خیلی جالب و بامزه است که تقریبا 8 روز بعد در 24 نوامبر پاسخ میده که این چک در واقع یکی از مواردی بوده که پست برای کمک به ایران اید میفرستن و حتما قبل از اینکه برای ما برسه، برای ایران اید برسه، در واقع جعل شده. و این خیلی عجیبه که در واقع این ادعا که این چک اونا جعل نکردن و اون کسی که فرستاده خودش خط زده و بیشتر کرده رقمو. این جزء برنامه‌های روتین و مرسوم بوده که در واقع دست بردن در چکایی که تا جایی که ممکن بوده. پلیس کاردیف، پلیس ویلز گزارش کرده در گزارشی 24 نوامبر 1995 اشاره میکنه که مردم رو ارعاب میکنن برای اینکه پول بدند و به جای اینکه اجازه بدن مردم انتخاب بکنن پول بدن به اونها، به مردم میگن چقدر میتونی بدی. وقتی مثلا یه نفر میگه مثلا 10 پوند میتونم بگم، میگه نمیتونی 100 پوند بدی، باید 100 پوند بدی، ما بیشتر احتیاج داریم. و حتی اگر پول همراهشون نبوده، گزارشی هست که اینا رو بردن مردم رو دم صندوق های به اصطلاح دریافت پول ATM و در واقع و اونجا به زور با کارت پول گرفتن ازشون، از کارت اعتباریشون یا کارت بانکیشون، و در واقع به نوعی تحت ارعاب و حالت مأخوذ به حیا اونا رو قرار دادن که توی شرایط خاصی پول بیشتری بدن و یه حالت تهدید ضمنی و یک محظور اخلاقی قرار بدن اونها رو، که توی گزارش پلیس کاردیفین بهش اشاره مفصل شده. در موارد مختلفی مشاهده این هستیم که از افراد شاخصی که مورد علاقه مردم هستن یا سلبریتی ها، از اسمشون، نامشون یا عکسشون استفاده شده برای اینکه نشون بدن که اینا حامی مؤسسه هستن. از جمله مثلا یک سری عکسایی که انداختن از برایان کلاف، مربی نامدار فوتبال، داره به این مؤسسه کمک میکنه و جزء افرادی است که حامیان ایران ایده، و افراد دیگه‌ای که
از دانشمندان و حقوقدانان و نویسندگان که ادعا بشه که این مؤسسه کارش جدی و گسترده هست و در واقع هیچ گونه شایبه وجود نداره. مسئولین ایران ایج رو در سال 96 برای بازخواست طی نامه کتبی احضار کردن. در این جلسه که مریم حسنزاده همون مسئول مالی ویژه از دانشجوهای سابق انگلیس و شورای رهبری و حمیدرضا عسکری بیازی و من شرکت داشتیم، یعنی از مسئولین دارندگان حق امضا و که مسئول در واقع مالی ویژه بود. برای این بازخواست که از قبل آماده شده بودیم، داستان و سناریوی دروغ ما این بود، یعنی مجبور بودیم اینو ببافیم. کسانی که در خیابونا میگفتیم، کسانی که در خیابونا به جمع‌آوری کمک مالی مشغولن دایت داوطلبن که فقط به خاطر اهداف انسانی به بنیاد ایران اید کمک میکنن و بسیاری از همینا خودشون از قربانیان رژیمن یا بسیاریشون کودکانشون از قربانیانن، پولی نیست برای کارشون دریافت نمیکنن، داوطلبان میان مجانی کار میکنن. البته این قسمت که بردوار کار میکرده تنها قسمت حقیقت سناریو بود. بنابراین بسیار نگرانن این آدم ها که به این بچه ها نکنه کمک نشه، نکنه اونجا به صلاح اب بین برن. برای همین اینقدر اصرار و التماس میکنن که حتما کمکی به این کودکان بشه و یقه شهروند انگلیسه ول نمیکنن. پلیس منطقه لوسیان که در اسکاتلند هست و مناطق مرزی اسکاتلند یه گزارش ویژه‌ای به اصطلاح میفرسته برای چرتی کمیشن که شامل چندین شکایت هست علیه ایران اید و به اصطلاح کسایی که فاندرایزینگ میکنن، پول جمع میکنن از طرف اون، که در واقع از مردم اخاذی کردن، مردم رو ارعاب کردن و تحت فشار قرار دادن برای جمع‌آوری پول. ایران اید خیلی کار کرده بود، بیشتر از زمانی که باید کار میکرد، یعنی نخنما شده بود دیگه. انقدر گزارش اومده بود از آدمای مختلف که آقا پول منو بردن، نمیدونم می اومدن در می زدن، پاشون می داشتن لای در نمی ذاشتن درو ببند. گزارش زیاد می رفت، منتها می شد لاپوشونی کرد، می شد لاپوش کرد. جایی که کمرش شکست موقع بود، بخاطر اینم مجاهدین خیلی با من و آن بعدن سر این موضوع این بودش که یکی اومد اینا رو گذاشت رو میز و از کانال درستش هم آورد گذاشت رو میز. یعنی نمی شد گزارش ما رو نادیده بگیری. در اوایل و اواسط دهه 80 به خاطر شیوه های خشونتبار درخواست کمک های مردمی، آمار شکایت ها از ایران اید به شدت بالا رفت. به همین دلیل کمیسیون خیریه ها شروع به بازرسی موضوع کرد، اما کارشون به جایی نمی رسید، چرا که مجاهدین خلق بهانه و دلایل بسیاری می آورد و قول می داد که دیگه کارهایی که به خاطرش ازشون شکایت شده رو تکرار نکنند و افراد متولیشون رو عوض خواهند کرد. در اون زمان من از مجاهدین خلق جدا شده بودم و با همسرم مسعود ازدواج کرده بودم. هر دو با هم تصمیم به افشاگری درباره ایران اید گرفتیم، چون به نظرمون خیلی غیر منصفانه بود که مردم عادی داشتن فریب می‌خوردند و برخیشون هزینه های هنگفتی رو به این خیریه اهدا می‌کردند و نمی‌دونستن دارن به یک سازمان نظامی کمک می‌کنند. ما با پلیس تماس گرفتیم و بهشون گفتیم که کی هستیم. برای سازمان خیریه ها نامه نوشتیم و گفتیم ما درباره ایران اید اطلاعاتی داریم و اونها بخشی از مجاهدین خلق هستند. فکر کنم پس از اون بود که همه چیز خیلی عوض شد، چون قبلا هیچ کسی آنقدر مستقیم باهاشون تماس نگرفته بود تا ماهیت ایران اید رو افشا کنه. این کار باعث شد که کمیسیون خیریه ها ملزم بشه موضوع رو جدی‌تر بگیره و بازرسی‌هاش رو افزایش بده. زمان مطرح شدن پرونده ایران اید در سالهای 1997 به بعد، معمولا به نظر می رسید که مؤسسه ناظر بر امور خیریه ها در بریتانیا، یعنی چریتی کامیشن، یک نهاد کاملا مستقل و عاری از شایبه های دخالت سیاست ورزان و تحصیل گذاران سیاسی در اون هست. در پرونده ایران اید در مجموع کارنامه خوبی از چریتی کامیشن به جا نمود و بعد از اون هم و تا همین امروز هم سایه سنگین دخالت‌های سیاسی و نفوذ اقتدارگرایان بر امور مختلف این مؤسسه و تاثیرگذاری اون بر فعالیت‌های قانونی و غیرقانونی نهادهای خیریه وجود داره و در مراحل مختلف و نمونه‌های مختلف شاهد بودیم که مؤسسه ناظر بر امور فعالیت‌های خیریه‌ها از یه طرف علیه مؤسسات خیریه‌ای که کار درست انجام میدادن و برشون پاپوش درست شده بود و برعکس به سود مؤسساتی که کار نادرست انجام داده بودن و خلافکاری داشتن ولی با پنهانکاری و
به اصطلاح لاپوشانی مواجه شدن و هیچ گونه رستگی به اعمال خلاف و تبعکاری اونها نشد مواجه شدن.